سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. بعد از 265 روز که از جنگ غزه میگذره، همچنان دشمنان ما مثل آهو در عسل غزه گیر کردن و ما درگیر انتخابات هستیم. ما درگیر یک انتخابات پرشور هستیم که درباره جزئیاتش میخوام با شما دوستان عزیز صحبت بکنم. اونتا قبلش اجازه بدید حالتون رو بپرسم. صاحبین ایران، حالتون چطوره؟ خوبین؟ الان انرژیتون 100% هست یا نه؟ آشفته هستین؟ تا حدودی برام قابل درکه. مطمئن نیستید؟ از اتفاقات پیش رو نظرسنجی ها نمیذاره، متناقض بودن اخبار نمیذاره، متفاوت بودن نمیذاره، همش رو قابل درکه برام میفهمم. بعضی از دوستان ممکنه بگن که آقا ما وقت نداریم شبنامه رو ببینیم، خلاصه بگو ما چه کنیم. برو برای یکی رای جمع کن، همین خلاصش همینه. تو وطنتو دوست داری، برو یکی رو دعوت کن به مشارکت به انتخابات. همین دیگه، نمیخواد اصلا بقیه برنامه منم وقت نداری ببینی دنبال نکن، همین کار رو انجام بده. این مهمترین و ارزشمندترین کاری هست که برای وطنت انجام دادی. منم با افتخار دستتو میبوسم، این کار درستیه. حتما مشارکت بکنید، دعوت بکنید به مشارکت، این از همه چیز مهمتره. اما برای دوستانی که میخوان مرور کنن ببینیم در 24 ساعت اخیر چه چیزهایی رخ داده، رسانه‌ها چه چیزهایی میگویند و در میدان چه چیزهایی رخ داده، میخوام یک دور جزئیات آن چیزهایی که در جریان هست رو خدمت شما عرض بکنم. اول اینکه میدونید دبیرکل مقاومت لبنان سخنران مراسم 40 شهید رئیسی بودن. امروز مراسم 40 شهید رئیسی برگزار شد. 40 روز پیش پیکر ایشان به همراه یارانشان در یک حادثه بسیار مظلومانه در آتش سوخت. ما هممون گفتیم که از خاکستر این آتش حتما یک دولتی برخواهد آمد که ادامه دهنده مسیرش باشه و ما این شکلی قول میدیم رئیسی، ما 40 روز بعد بهت قول میدیم همین کارو بکنیم. نمیدونم، امیدوار هستم که روز شنبه هیچکس شرمنده خودش نباشه، به وجدان خودش بتونه پاسخ بده. به هر جهت 40 روز گذشته از این ماجرا، دبیر کل مقاومت لبنان آقای سید حسن نصرالله امروز سخنرانی داشتن برای مردم ایران درباره انتخابات پیش رو. من فقط یک جمله از صحبت‌های ایشان را می‌خوانم و عرض بکنم موضوعات مختلفی مطرح شد، تحولات منطقه، خود شهید رئیسی، حرفای دیگر، فقط بخشش انتخابات رو می‌خوام خدمت شما بخونم. امروز فقط سرنوشت جمهوری اسلامی مطرح نیست، بلکه با تمام صداقت و صراحت می‌گویم سرنوشت تمام ملت‌ها و مقاومت در منطقه به سرنوشت جمهوری اسلامی بسته شده. پیام واضح هست برای همه کسانی که سربازان وطن هستند، طوری رأی بدهید که رأی شما به محور مقاومت، به ملت‌هایی که دارن یک جغرافیای جدید در منطقه می‌سازن و به مسیری که تعریف کردیم کمک بکنه. این تنها چیزی هست که من از صحبت ایشان خدمت شما عرض می‌کنم. بذارید کنار بریم یه دور 24 ساعت اخیر رو مرور کنیم ببینیم چه چیزایی رخ داده. یه خبری اول منتشر شد، گفتن که می‌خوان تماس‌هایی بگیرن با آقای جلیلی و با ایشان صحبت بکنن در خصوص اجماع، که من بخشش رو دیشب در برنامه خدمت شما عرض کردم. بعد بعضی از کاربرا گفتن که مثل سال 92 که همین اتفاق رخ داد، جبهه انقلاب میخواست اجماع به وجود بیاره و باید با یکی از کاندیداها صحبت میکرد، اون کاندیدا تلفن همراهش 48 ساعت خاموش بود، هر کاری میکرد آقا بیا بشینیم اجماع بکنیم، مملکت در خطر، 8 سال میریم تو دولت روحانی و بعد در نهایت ترور فخری زاده و اتفاقات خبری یکی یکی که اعصاب میگیره از ملت و اینا، بیا یه کاری بکنیم. 48 ساعت تلفن همراه خاموش بود. خب در ماجرای اخیر هم بعضی ها گفتن یک حلقه اطراف ایشان رو گرفته، آقای رسایی، آقای ثابتی و امثال اینها، که نمیذارن اون پیام به ایشان مخابره بشه و ایشان به اصطلاح خودمون دقیق در جریان قرار بگیره، صحبت بکنه با افراد دیگر. همزمان با این ماجرا، همونطور که دیروز خدمت شما عرض کردم، خبری منتشر شد از اینکه یکی از چهره‌های مقاومت با آقای جلیلی تماس گرفته و با ایشان صحبت کرده. بعضی از دوستان گفتن تحلیلگر خبر صحت نداشته. نه، خبر اینکه سید حسن نصرالله تماس گرفته تکذیب شده. اون تکذیب شده، اینکه یکی از رهبران مقاومت یا یک چهره خیلی مهم تماس گرفته، این تکذیب نشده. این کجا تکذیب شده این خبر؟ با ایشان تماس میگیره. حالا من خبر دارم براتون میخونم. ترسیم صحنه است. از طرفی دارن میگن ایشون یک حلقه اجازه نمیده گفتگوی صورت بگیره و بحثی شکل بگیره و بیاد دیالوگی بکنه. از یه طرف عکسایی رو منتشر میکردن، چهره های اصلاح طلب که نمونهش رو دارید روی صحبت های من مشاهده میکنید، سعی کرده امیر حسین ثابتی و حمید رسایی و چهره های دیگری که اینا مثلا میتونن باهاشون برای قشر رأی تحریمی یک دو قطبی درست کنن، عکسای این شکلی رو منتشر کردن، گفتن آقا شخص سعید جلیلی با اینا داره میره تو پاستور، اینا قراره تصمیم بگیرن برای مملکت، بیایید بریم رأی بدیم. من خدمت شما روزهای اول عرض کردم، گفتم که بعضی از چهره ها
یه مقدار باید احتیاط بشه، توی بعضی از قاب ها دیده نشن، اینا میتونه پیامد داشته باشه، میتونه رأی منفی رو زیاد بکنه، میتونه طرف مقابل رو به هوادارانش انگیزه بده رأی بدن. از مرزی برومن تا چهره های اصلاح طلب دیگه از سلبریتی ها اینا دوباره بیدار شدن. چرا؟ به خاطر اینکه این جنس پیام ها و این عکس ها براشون مفهوم داره، پیام داره. درجه ادعایی که داشتن مطرح میکردن همینی بود که من خدمت شما عرض کردم که یک حلقه اطراف ایشان هست، یک حلقه جوانی اجازه نمیده پیام به ایشان مخابره بشه. این درسته؟ این حرف یک تهمته؟ این حرف واقعیته؟ فارغ از اینها، شب گذشته خبری منتشر شد از اینکه با حضور یکی از چهره‌های مقاومت، بعضی از کاربرها گفتن سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس ایران و جانشین حاج قاسم سلیمانی، یک جلسه برگزار شده، اینها خواستن اجماع برقرار بکنن بین چهره‌های انقلابی. و اینم به شما بگم، اجماع قرار بود روز قدیر به طور رسمی انجام شده باشه، به شما اعلام شده باشه، بقیه هم انصراف داده باشن، که شما با خوشحالی همتون بگید که آقا مثلا همه چیز آماده است، ما گلو بزنیم و شادی بکنیم و برید توی میدان. این ماجرا کش پیدا کرد. جلسه دیگری هم که دیشب سردار قاآنی گذاشت با آقای جلیلی و آقای قالیباف، این جلسه به طول انجامید. بخشی از توضیحاتی که داده میشد توی جلسه رو بعضی از عزیزان متوجه نمیشدن. عکسی رو دارید روی صحبت من مشاهده میکنید، دود اطراف حرم حضرت زینب منتشر شده، مال دیشبه. دیشب اعلام کردن که حمله ای از سوی صهیونیست‌ها به سوریه به نزدیکی حرم حضرت زینب انجام شده، که سردار قاآنی وسط این جلسه رو ترک میکنه، این جلسه رو مجبور میشه، چون خیلی طولانی میشه بحث، ایشان مجبور میشه نیمه کاره بذاره و جلسه رو ترک بکنه. حضور ایشان، تمنای ایشان، خواهش ایشان برای اینکه کاندیداهایی تعاملی بکنن بر صحبت ایشان بر چهره های دیگر انقلابی به نتیجه نمیرسه و ایشان به این جمع‌بندی میرسه که خب من ظاهرا به جمع‌بندی نمیتونیم برسیم، حرف منم اینجا خریداری نداره، ارزشی هم کسی براش قائل نیست و در میدان هم اتفاقاتی داره میفته، من باید برم همون جایی که لازم هست الان حضور داشته باشم. در نهایت ایشان جلسه رو ترک میکنن. عکسی هم منتشر میشه، یک عکس سلفی از سردار قاآنی. دوستانی که به اصطلاح خودمون اشراف داشتن به مسئله منتشر کردن، گفتن مربوط به دیشب هست. من این رو داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم، سه تا چهره واقعا از خود گذشتگی کردن تا اینجای کار. یکیش آقای محسن رضایی. آقای محسن رضایی واقعا زحمت کشید اجماع به وجود بیاره. ببین، یکی از مشکلاتی که جبهه انقلابی داره اینه که در نهایت مثل جریان اصلاحات نمیتونه به یک جمع‌بندی واحد برسه. شما روزنامه‌های اصلاح طلب رو امروز نگاه بکنید، همشون یک عکس زده بودن روی صفحه اول، مسعود پزشکیان دعوت می‌کردن بهش رأی داده میشه. روزنامه‌های اصولگرا همچین حالتی نداشت، آشفتگی قشنگ در روزنامه‌های اصولگرا دیده میشد. خب ما در دوره‌های قبلی انتخابات هم اجماع سازی در این جریان نمی‌دیدیم. محسن رضایی واقعا تلاش کرد، چهره‌های دور و بر ایشون جمع شدن، صبح تا شب اینها هر کدوم یک مدیر انقلابی بودن، نشسته بودن بحث میکردن که چطور به اجماع برسه این جریان. اینا خیلی زحمت کشیدن و این آغاز اتفاقات ارزشمندی که این جریان بتونه یه سر و صاحب و یه سر و شکلی بالاخره پیدا بکنه. بعد از این همه سال به اجماع نرسیدن. من باید خدا قوت بگم به اینها و تاکید بکنم کار ارزشمندشون رو، و البته عرض بکنم خدمت شما که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. چهره های دیگری که باید ازشون تشکر کرد، آقای زاکانی هست، آقای قاضی‌زاده هاشمی، اینا انصراف دادن. از لحظه‌ای که انصراف دادن، زشت‌ترین حرفا، تندترین حرفا و تمسخرآمیزترین چیزها درباره اینها گفته شد که اینا پوششی هستن، اینا فلان. آقا اگر می‌خوای مسخره بکنی کسی رو به خاطر انصراف، ما تنسر از این در تاریخمون نداشتیم که یک رئیس جمهوری بره شرکت بکنه، معاون اولش هم کاندیدا بشه و جفتشون از یه دولت حمایت بکنن و این به خاطر اون رئیس جمهور بقیه رو فوش بده که اون توی دعواها و اینا توی دست اندازا نیفته رأی بیاره. خب اینا که دوره آقای روحانی اتفاق افتاد که من موندم چجوری دوستان مثلا کار آقای زاکانی رو عجیب میبینن، کار آقای قاضی‌زاده هاشمی رو عجیب میبینن، ولی به اون مسئله اشاره نمیکنن. به هر جهت اینها از خود گذشتگی کردن، انصراف دادن، بعد هم فوراً هی پیام میدادن که آقا خواهش میکنیم انصراف بدید، بالاخره ما الان داریم فحش میخوریم، حمله میشیم، حداقل ارزشش رو داشته باشه. این اتفاق نیفتاد و از دیشب تندترین حرفا، زشت‌ترین حرفا از سوی بعضی از دوستان ما به شخص سردار قاآنی، به بعضی از چهره های دیگر مقاومت به شکل زشتی مطرح شد. من یه نمونه شو خدمت شما عرض میکنم، تصویر رو دارید روی صحبت من مشاهده میکنید، کانال رجا نیوز هست، کانال نزدیک به یکی از کاندیداها که سردار قاآنی و دیگران هم خواهش کردن، تلاش کردن وضعیت رو برای ایشان توضیح بدن. این کانال تا دیروز به سردار قاآنی میگفت سردار قاآنی، الان تو تیترش می‌نویسه قاآنی. و جالبه، عکس دیگری رو دارید مشاهده میکنید، مدیر همین کانال، ببخشید، سایت خبری نزدیک به آقای سعید جلیلی، که گفته فرق شماها با ظریف چیه؟ شماها از مقاومت و سیاست خارجی و اینا میگید، از اجنبی میگید، با اجنبی میخواهید کمک بکنید که انتخابات در ایران پیش بره. ظریف هم همین کارا رو میکرد. ببینید دوستان عزیز، بچهای مقاومت اجنبی نیستن، ما در کنار هم خونمون
در یک سنگر و یک خاکریز در مقابل دشمن دیده شد. این حرفا ترسناکه، این حرفا وحشتناکه، این حرفا بوی خوبی نمیده. ببین، کسانی از مقاومت فاصله گرفتن، با مقاومت دشمنی کردن، اینا بعد 4 سال، 5 سال، 6 سال، 8 سال موندن توی مثلا سیستم و یک مسئولیت داشتن، به این دعواها رسیدن. ما اتفاقاتی که الان داریم میبینیم یک قیام عجیب و غریب هست از سوی یک چهره و هوادارانش علیه مقاومت، در مقابل مقاومت. اینا رو من دارم صریح به شما میگم، چون آینده این داستانا ترسناکه، آینده این بحثا ترسناکه. یعنی من اصلا پیام خوبی از جنس اتفاقات چند ده ساعت اخیر و فحاشی هایی که به مقامات بزرگ مقاومت شد، به جرم اینکه اینا خطری رو در کردن. ببین، من مثال برای شما میزنم. شما سردار قانی هستی، رژیم صهیونیستی سفارت ایران رو زده، شما به خاک کشورت حمله شده، داری توضیح میدی، میگی دو تا گزینه است، یک موشک بارانش کنیم از خود ایران، دو سکوت بکنیم. سکوت بکنیم، اگر غربگرا روی کار باشه میگه سکوت بکنیم، بعد زیر ساختای کشورتو میزنن. چرا؟ چون اسرائیل میفهمه تو ترسیدی. اگر غربگرا روی کار نباشه، دولت شهید رئیسی باشه، میگه از تهران، از ایران موشک بارانش کنید، و تو انجام میدی و رژیم غلطی نمیکنه. قانی و امثال قانی که به تکاپو افتادن به اینا داشتن فکر میکردن. آقا فردا روزی ما در این نقطه قرار میگیریم، اگر امروز بچه‌ها بازی رو درست نفهمن، اشتباه میشه، اشتباه پیش میره. و خب متاسفانه من احساس میکنم که بعضی از حرفایی که زده شد و بعضی از چیزایی که امروز دیدیم آزمونی بود که دوستان ما، بذارید من ساده بگم، به نظر من موفق ازش بیرون نیومدن. به هر جهت، اون چیزی که ما امروز دیدیم فارغ از همه اینها، نرسیدن جریان انقلابی به اجماع بود. و دیدم توییت های از سوی چهره های اصلاح طلب هم زده میشد. خیلی جالبه، بعضی از چهره ها مثل عباس عبدی توییت میزدن، میگفتن که قالیباف تو انصراف بده، تو بمونی آبروت میره، اینا به خاک سیاه مینشوننت، به خاطر اینکه هم باید تقصیر رو بیفته گردن یکی بعد از باخت دیگه. ببین، دو نفر، دو تا چهرن، آقای پزشکیان، آقای جلیلی، اینا برن دور دوم، به احتمال 99% آقای جلیلی که پیروز میشه، که این نظر سنجی که به شما میگن بین جلیلی و پزشکیان، پزشکیان پیروز میشه، اینا دارن میگن اگر اینایی که ما باشون حرف زدیم و نظر سنجی کردیم شرکت بکنن، این اتفاق میفته. بعد از اینکه اینا برن دور دوم، خیلی های دیگه انگیزه پیدا میکنن شرکت کنن. ماجرا این شکلی نمیمونه و اونها شرکت بکنن، شکست جبهه انقلاب نزدیک به قطعیه. الان این جنس از صحبتایی که عباس عبدی و دیگران امروز داشتن که به قالیباف میگفتن حتما کنار بکش، به خاطر این بود که اینا دوست داشتن به این شکل برن دور دوم، خیالشون راحت بشه، از الان تعریضی داشته باشن. فارغ از همه اینها، نظرسنجی های مختلفی رو امروز داشتیم. بخشی از نظرسنجی ها نشون داد آقای جلیلی در صدر، عمدتاً این نظرسنجی ها مربوط به کانال های هواداری بود که منتشر میشد. نظرسنجی های دیگر نشان میداد که آقای مسعود پزشکیان به احتمال زیاد دور دومیه، یعنی میتونه آرا رو بالاتر از بقیه کسب کنه، و اون دو نفر دیگر حالا باید تصمیم بگیرن که ماجرا به چه شکلی باشه. کارشناسان غیر ایرانی هم رصد کننده ماجرا هستن و دیدم یکی از تحلیلگران صهیون که دارید روی صحبت من توییتش رو میبینید، به همین مسئله اشاره کرده، گفته قانی دیشب رفته صحبت کرده با یکی از کاندیداها که انصراف بده، اون کاندیدا قبول نکرده و هوادارانش، و این ماجرا به اصطلاح خودمون به شک مونده. میدونین من از کی میسوزم؟ از این میسوزم که اینجا چهره های مقاومت هم خودشون رو خرج کردن. یه حرفی زده میشد، میگفتن که یکی از عزیزان دل ما وقتی حاج قاسم به اصطلاح خودمون با ایشان مراوداتی داشته، یه حرفایی زده، یه ناراحتی هایی رو ابراز کرده، بعد همه گفتن نه آقا، این با هم رفیق فابریک بودن، چای قند پهلو می‌خوردن، اصلا حاج قاسم از ایشان ناراحت بشه، این حرفا چیه؟ خب الان این اتفاقاتی که افتاد و سردار حاجی‌زاده، سردار قانی و دیگران به این شکل مورد بی‌احترامی قرار گرفتن، نشون میده که نه، اون ماجرا درست بوده. من اینا رو دارم میگم بعد از انتخابات با اینها کار دارم. من نگران هستم بابت یک چیزی که دارم میبینم، به نظر من شبیه به انحرافه و در 48 ساعت اخیر خودش رو زد بیرون، قبلا هم معلوم نشده بود. و اینو خدمت شما عرض می‌کنم، بعد از همه اتفاقات اخیر و بعد از انصراف آقای قاضی‌زاده هاشمی، ما شاهد توییتی بودیم از سوی محسن منصوری از چهره‌های نزدیک به آقای جلیلی، مدعی شد که تیم آقای قاضی‌زاده هاشمی رفتن توی ستاد سعید جلیلی و اصلا کلن ستادها رو در اختیار اینها قرار داده. فوراً قاضی‌زاده هاشمی توییت زد، گفتش که نه، همچین اتفاقی نیفتاده، من به نفع جبهه انقلاب کنار رفتم. ممکنه بعضی ها سر خود همچین تصمیم گرفته باشن که این محترمه، دیگه من در قبال این بحث ندارم. که بعد از این صحبت های قاضی زاده هاشمی، عکس و فیلم های منتشر شد که بعضی از اعضای ستاد ایشان برعکس آن چیزایی که ادعا میشد رفتن، ستادهای خودشون رو در اختیار محمد باقر قالیباف قرار دادن. اینم من دارم خدمت شما عرض میکنم که روایت بکنم اون تشکیک و تشتت آرایی که در جریان انقلابی داره دیده میشه. اظهار نظرهای امروز از آقای پناهیان منتشر شد، تاکید کرد بر این که امروز باید زکات آبروتون رو بدید، باید آبروتون رو خرج کنید، اگر آینده وطن براتون مهمه، اگر اتفاقاتی که در پیش است مهمه. من به خاطر همین مثل بزرگان مقاومت، مثل چهرهایی که احساس کردم باید به تکاپو بیفتن، شما رو بیدار بکنن، با شما حرف بزنن. و البته به نظر من بخشی از جریان انقلابی
امروز اثبات کرد که فقط خون اینا رو میخواد، فقط کشته شدن اینا رو میخواد، فقط فدا شدن اینا، چون رفتارها زشت بود، رفتارها زشت بود، محترمانه تر میشد برخورد کرد با بعضی چیزها. من بعداً بعد از انتخابات، چون گفتم ممکنه این انتخابات بره دور دوم، من مجبور شم اینجا منت بچهای قالیبافی رو بکشم برای شما، برم دستشون رو ببوسم بگم آقا حالا نوکرتم، تو بیا رأی بده، تو بیا به اینا رأی بده. به خاطر همین من بعضی از حرفا رو میذارم بعد از انتخابات. فقط همین رو خدمت شما عرض بکنم. تصاویری امروز از دستخط آقای مهدوی کنی منتشر شد مربوط به سال 92 که گفته بود اینا اجماع ندارن. من ناراحتم، من نگرانم از این اتفاق، و نگرانیش هم درست بود. دستخط ایشون رو دارید روی صحبت‌های من مشاهده کنید. 92 که انجام شد، نگرانی ایشون درست بود، مشخص شد که کاملا مسئله درستیه. بعضی از دوستان ممکنه بگن خب چرا این سردرگمی اتفاق افتاد؟ ببین من برای شما ماجرا رو ساده میکنم. ما چهره‌های محترمی داریم در جریان انقلاب، اینا حجت الاسلام فلانی و آیت الله فلانی و افراد اینا هستن. روز اول هر انتخابات به محض اینکه اسم اعلام میشه اینا میگن اول ما فهمیدیم اسلحه کیه، اول آقا داداش اینجوری نیست اسلحه ها، تو باید تا روز آخر بری رأی‌ها رو نگاه بکنی، نظرسنجی‌ها رو بسنجی، بچه‌ها رو گیج نکنی. بابا این شکلی انتخاب میشه؟ شما چجوری از روز اول اسلحه انتخاب کردی؟ شما باید به میدان نگاه می‌کردی، شما باید نگاه می‌کردی ببینی جناح مقابل چه کارهایی ممکنه بکنه و تو چه وضعیتی قرار بگیری. به خاطر این هست که بچه‌های ما امروز دچار سردرگمی هستن. امروز یه رفیقی به من پیام داده بود، من پیامای مختلف خیلی زیاد داشتم، با هم صحبت می‌کردم، یه عزیزی به من پیام داد گفتش که من مناطق محروم رو کی حرفمو گوش میده؟ تو از من انتظار داری مثلا به کاندیدای مورد نظر خودم، کاندیدای انقلابی خودم رأی ندم اینجوری که تو میگی صحبت بکنم؟ گفتم من تو شبنامه دیشب گفتم یه جایی هست شمای مناطق محروم میگی این کاندیدا به درد من میخوره، حالا فارغ از حواشی که هست، ولی اون کاندیدا اگر بهش رأی بدی، رأی دادی به کاندیدای رقیبت، به کاندیدای مقابل، چون اون پیروز میشه، اون میره دور دوم پیروز میشه. اینا بدیهیاته. شما دوستان من، اونها که حتی این عزیزی که من گفت مناطق محروم، این واقعیت، یعنی شما میفهمی چی میخوای، ولی اشتباه شما منجر میشه که کاملا خلافش اتفاق بیفته. دوستان من ممکن هست از دست من ناراحت بشن، ولی من صریح عرض میکنم خدمت شما جمله‌ای رو که استاد شجاعی گفت، ایشون در خصوص رأی با آقای جلیلی گفتش که من مطمئنم اثراتش تا قیامت میمونه. من با حرف ایشون کاملا موافقم، با حرف ایشون کاملا موافقم، به خاطر اینکه جبهه انقلاب باید تلاش میکرد به اجماع میرسید. یا آقا چرا این حرفا رو میزنید؟ دارم باهاتون مرزبندی میکنم، میخوام روز شنبه اگر اتفاقی افتاد که خلاف اینها بود من هشدار داده باشم، شرمنده نباشم. نه، این رأی چون مساوی میشود، بعید نیست که مساوی بشود با رأی به مسعود پزشکیان، میتواند ماجرا رو به طور کامل برعکس بکند و اثراتش تا قیامت برای ما قطعا خواهد ماند. و اینم خدمت شما عرض بکنم، فیلم های امروز منتشر شد از ستاد آقای مسعود پزشکیان، یه جایی ایشون سرود ملی رو پخش کردن، اونهایی که ایستاده بودن زوزه میکشیدن. خب این زوزه میدونید که مربوط به تجزیه طلبها و پانتورکا است. من البته سرزنشش نمیکنم، مسعود پزشکیان به حق داره، آقا داره تلاش میکنه، داره سعی میکنه هوادارش رو جمع بکنه، نمیشه سرزنشش کرد. تو باید بازیتو درست تعریف کنی. اونایی که ادعاشون میشد مثلا مقاومت و این چیزها براشون مهمه، نباید رفتارهای ترسناک شوکه کننده این چند روز انجام میده. اینو واقعیت هاست. فارغ از همه اینها، به نظر من دلها در حال حاضر دست خداست. دعا بکنید به سمت درستی هدایت بشه، و البته تلاش هم بکنید، اگر تونستید تلاش هم بکنید. مشارکت خیلی مهمه، به مشارکت کمک بکنید. من رفیقی دارم هوادار پزشکیانه، ایشون توی کانال به من پیام داد گفت همه چی از قبل مشخص شده، من برای چی رأی بدم؟ من خدمت ایشون گفتم، اینجا هم به بقیه دوستانم اونایی که ممکنه هوادار آقای پزشکیان باشن میگم، هیچ موقع تیم تو خالی نفرست، تنها نفرست زمین، بازیکنت نذار تنها بره توی زمین. حتی اگه ممکنه تیم تو ببازه، حتی اگه فرض تو اینه که تیم تو میبازه، یه نفر برو روی سکو بشین، به احترام تیمت از تیمت حفاظت کن، از تیمت حمایت کن، این کارا رو انجام بده. اینا مهم، ما مرامی باید رفتار بکنیم، ما با مرامیم، ما یک نفری که برامون دویده باید ازش دفاع بکنیم دیگه. پس بچه‌ها حتما رأی بدین، هر کسی هست، اونی که حامی پزشکیانه، اونی که از من بدش میاد، اونی که منو منحرف میدونه، اونی که منو خائن به میهن میده، آقا رأی بدید، فردا برید مشارکت بکنید، دیگران رو دعوت بکنید که اتفاقات خوبی رخ بده. جمع‌بندی میکنم، خانواده شهدای مقاومت این چند وقت فریاد زدن، خانواده شهید رکن‌آبادی، خانواده شهید ایرلو، یه سری از شهدا، رهبران مقاومت تو این 213 در سوریه شهید شدن، اینا خانواده‌هاشون فریاد زدن، سرداران مقاومت فریاد زدن، ولی من برداشتی که داشتم این بود که ما انگار بخشی از جامعهمون صریح خاص اعلام بکنه، یک عزیزی به همراه تیمش خاص اعلام بکنه که ما اینا رو فقط برای خونشون میخوایم، دیگه برای ما مسائل اهمیت نداره، خودمون تصمیم میگیریم چیکار کنیم. مهم نیست، ان شاء الله که مشارکت بالای 50% باشه. من جمع‌بندیم این هست که باید در دور اول به کاندیدایی که کارنامه دارد رأی داده بشه اگر جریان انقلابی پیروزی میخواد. دور دوم همه باید تلاش بکنیم که اگر رفتن دور دوم با یکی دیگر از کاندیداهای انقلابی،
که ماجرا به این شکل نمونه و به اصطلاح خودمون شکست رقم نخوره. انشاءالله که شنبه شرمنده وجدانهای خودمون نباشیم. ازتون تشکر میکنم. خیلی از دوستان این به ویژه توی ایتا ما این چند روزه پیامای محبت آمیز خیلی زیاد داشتیم. رشد کانال ما اصلا منو حیرت زده کرد توی دو سه روز اخیر. از همشون تشکر میکنم. از خدا برای شما سربلندی میخوام. امیدوارم فردا بتونید سرنوشت ایران رو به بهترین شکل ممکن رقم بزنید. برای بچهای مقاومت دعا فراموش نشه، جوشن صغیر فراموش نشه، صدقه فراموش نشه. انتخابات هم که از شما همدلی میخواد، حضور میخواد و ادامه داستانها که بهتر از من در جریانش هست. نکته دیگه ای ندارم. خاک پای همه رفقا هستم. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.